رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، آرزوی خیر، سعادت، خوشبختی و سلامتی و تندرستی و قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه پرفضیلت. ما به روزهای آخر ماه مبارک رمضان داریم نزدیک میشیم. امروز 24 روز از ماه مبارک رمضان رو تموم کردیم و 5 یا نهایتاً 6 روز دیگه ماه مبارک رمضان هم میرود و حسرت لحظه لحظه این ماه به دل کسانی که یا روزه نگرفتند یا از روزهای رمضان و شبهای رمضان استفاده نکردند و اون رو با لهو و لعب و کارهای بیهوده گذروندن، حسرتش به دلشون خواهد موند. زیرا تا سال دیگه رمضان دیگری بیاد، خدا میداند که ما زنده باشیم یا نه، بتوانیم روزه بگیریم یا نتوانیم روزه بگیریم. این چند روزی هم که مونده است رو با انرژی بیشتر، با نشاط بیشتر، با شور و شوق بیشتری هم روزه رو بگیرید و هم شبها رو قیام کنید. قیام شبهای رمضان اجر بسیار فراوانی دارد و کفاره گناهان ما خواهد بود. میرم سراغ سوالهای شما به خاطر اینکه دیرم اومدیم. یکی از بینندگان سوالی رو فرستاده که این سوال در واقع خیلی به وقت و در زمان خودش است و اون هم سوال درباره اعتکاف. گفتند که اعتکاف آیا فرض هست یا سنت هست یا واجب است؟ اعتکاف سنت هست به اجماع اهل علم، سنت هست. پیامبر علیه السلام خودشون در رمضان در 10 روز آخر اعتکاف میکردن و صحابه هم تشویق به اعتکاف کردن، خانوادهشون رو هم، زنانشون، همسرانشون رو هم دعوت به اعتکاف کردن. اعتکاف سنت مؤکد هست در 10 روز آخر ماه مبارک رمضان. در بقیه روزهای دیگر رمضان هم باز سنت هست. در ماهای دیگه و روزهای دیگه غیر از ماه رمضان برخی از اهل علم گفتند اعتکاف خاص رمضانه، اما جمهور فقها گفتند که اعتکاف کردن در طول سال سنت است. مقدار اون چقدر هست؟ مقدار اون بسته به نیت و قصد شما دارد. میتواند ساعات و لحظاتی باشد، میتواند چند روز ادامه پیدا کنه. به اینکه چگونه نیت کنید. اگه نیت کردی یک ساعت میستی، همون یک ساعت رو که به اعتکاف نشستی اجر و ثواب این رو خواهی بود. کلمه اعتکاف یعنی اینکه خودتو ملزم کنی، ملزم بکنی به موندن در مسجد به قصد عبادت و طاعت. یعنی از مسجد ملزم شدن یعنی خارج نشی، خودتو ملزم بکنی به مسجد به قصد طاعت و عبادت به اندازه مشخصی که خودت مشخص کردی. اگر نیت کردی یک روز یک روز، اگر نیت کردی دو روز میشه دو روز. و این از اعتکاف. اما خارج شدن از اعتکاف یا بگیم چه چیزی اعتکاف رو باطل میکنه، یکی از چیزهایی که اعتکاف رو باطل میکنه خارج شدن به غیر ضرورت هست. خارج شدن به غیر ضرورت، در واقع خارج شدن از اعتکاف یعنی قبل از اینکه اون مدت زمانی رو که تعیین کردی برای اعتکافت، مثلا اعتکاف کردی که یک روز، اما نصف روز میای بیرون به قصد خرید و فروش، به قصد گشت و گذار، به قصد خلاصه
به قصدهای غیر از اونی که ضروری هست. میاد بیرون و اعتکافتون شکسته میشه و باطل میشه. پس چیزهایی هستن که اعتکاف رو، یا خارج شدنهایی هستن که اعتکاف رو باطل میکنن، بعضی از خارج شدنها باطل نمیکنن. خارج شدن از اعتکاف به سه صورت هست. یک صورت این که کسی بیاد بیرون به قصد این که بخواد بره خونه استراحتی بکنه، با همسرش هم بستر بشه حالا شبش، و یا بره تو بازار برای خرید و فروش در روزش، این اعتکافش باطل میشه. خداوند فرمود ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. کسی که اعتکاف کرده در مسجد حق ندارد بره با همسرش هم بستر بشه و حق خرید و فروش هم نداره، چون مخالف با معنای اعتکاف و مخالف با خود اعتکاف کردن است. این یک نوع خروج، خارج شدن از مسجد بعد اینکه قصد اعتکاف کردی که باطل میکنه. خارج شدن دیگری هست که برای خوردن، یعنی کسی معتکف شده چند روز، حالا افطار میخواد بره بیرون توی مسجد، فرض بر این بذارید غذایی وجود نداره یا برای سحری غذا نداره، بره در نزدیکترین جایی که هست غذایی تهیه کنه برای سحریش یا برای افطارش، یا آشامیدن آبی، یا خارج شدن برای گرفتن وضو، تجدید وضو یا دستشویی رفتن. اینها جزء خارج شدن هایی هست که و اعتکاف رو باطل نمی کنه، زیرا که این جزء ضروریات هست. خارج شدن دیگری هست که جزء امور عادیه، ضروری نیست، مثل برید عیادت مریض، برید تشییع جنازه، برید کاری رو برای کسی انجام بدید، از جمله امور عادی که اطاعت و عبادت هستند، ولی ضروری نیستن، کسی دیگری میتونه به جای شما انجام بده. در این صورت اگر خودت در نیتت شرط کرده باشی برای کارهای عبادی مثل عیادت مریض، مثل تشییع جنازه، مثل رفع کردن نیازمند کسی، در این صورت اگه شرط کردید اعتکافتون باطل نیست. در ضمن ما تلفن هم داریم، میتونید با تلفن هم تماس بگیرید، با واتساپ هم پیام بدید و به این شیوه میتونید با ما در ارتباط باشید، هم با واتساپ پیام بفرستید هم تلفن هم ارتباط بگیرید. یک نقطه دیگری که در مورد اعتکاف لازم است بگم، آیا اگه کسی عمدن از اعتکافش خارج شد برای خرید و فروش، برای نمیدونم هر چی، آیا برش گناه هست؟ عرض کردم اعتکاف خودش سنته. باطل شدن اعتکاف گناهی ندارد، کفاره هم ندارد، و اما اگر نذر کرده باشه اون وقتی که دیگه گناه داره، باید به نذرش وفا کنه، باید حتما برگرده و اون رو قضا کنه. اگر نذر کرده، مثلا میگه من نذر کردم لله تعالی 10 روز آخر رمضان رو بمونم، چون نذر کرده برش واجبه. ولی اگه نذر نکرده، گفته من میرم اعتکاف میکنم، نیت اعتکاف بکنه و بره اعتکاف کنه، در این صورت سنت، واجب نیست برشون. بریم سراغ سوال دیگری از بینندگان عزیز. میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه کسی که 1 دقیقه مانده باشه به افطار چیزی بخورد به علت فراموشی، روزش باطله؟ نه خیر، روزش باطل نیست. چه 1 دقیقه مانده باشه، چه اول صبح بخواد چیزی بخوره، ندونه فراموش کرده که روزه است، از همون اول صبح که بیدار شدی فراموش کردی روزه هستی و چیزی خوردی، روزت باطل نیست. مادامی که نمیدونی باطل نیست. همین که دونستی که تو روزه‌ای، دیگه نباید ادامه بدی به خوردن، توقف میکنی، روزت رو ادامه میدی. و کسی هم میگه دقایقی یا 1 دقیقه قبل از اذان مغرب به افطار 1 دقیقه مونده چیزی میخوره، نه روزش باطل نیست، چون نمیدونه.
ولی نباید ادامه بده تا اذان میگه. بیام سراغ بیننده دیگری. بیننده گفتن سلام علیکم، آیا نماز قیام از طریق گیرنده از شبکه های عربستان خواندن درست است؟ ببینید، نه خیر، درست نیست. نمیشه شما نماز قیام رو به اونا اقتدا کنید. نمیتونید که نماز قیام رو امام حرم داره نماز میخونه، شما تو خونه خودت بیای پرسرش اقتدا بهش بکنی، پرسرش بخونی. نه خیر، باطل چنین نمازی، جایز نیست. نماز شما شرطه، یکی از شرطهایی که اکثر فقها گذاشتند برای صحیح بودن نماز جماعت این هست که یا خود امام رو ببینی یا صفهای پشت سرش رو ببینی، اونم از طریق یعنی واقعی ببینی، نه اینکه از طریق فیلم یا از طریق تلویزیون. و در یک بعضی از علم گفتند که موصول باشی به نماز اونا، متصل باشی به نمازشون، یعنی پشت سر اونا مرتب این جماعت به هم متصل باشه. اگر فاصله هم هست، فاصله به چشم طرف مقابل رو ببینی یا صفحه پشت سرش رو عرض میکنه. سوال دوم ایشون میگه بعد زکات فطر برای ملا یا امام مسجد درست است؟ ملا مسجد شما، امام مسجد شما یکی از افراد جامعه است. اگر فقیره، نداره، جزء فقرایی هست که زکات بهش، مثل بقیه فقرای دیگه، خاص ملا نیست. اگر کسی بدون این ملا مسجد فقیر نیست و زکات فطر بهش بده، زکات فطرتون خارج نشده، باید دوباره بدید. باید حتما بدید به کسی که فقیره. اون فقیر فرقی نمیکنه که چه سمتی داره، سمتش امام مسجد، سمتش دکاندار محل، از مادامی که فقیر باشه زکات فطر و زکات مالتون بهش میرسه. برای اینکه اختصاص بهش بدید، فکر کنید این مال ملا هست، نه خیر، مرتبط به ملا نیست، برای فقیره. اگه ایشون هم فقیر بود بهش بدید. میگه آیا کسی که نماز میخواند زکات میدهد، تبلیغ و دعوت میرود ولی غیبت و غیبت میکند و رفتارش با همسایه خوب نیست، این نمازش، زکاتش، عباداتش هیچ سودی براش نداره، اگر یعنی دیگران رو آزار و اذیت میده، مخصوصا همسایه ها. یک شخصی، یک زنی رو تعریف کردن، گفتن این زن خیلی زن خوبیه، عبادتش چنین و چنانه، نماز و روزش اینه، صدقاتش این گونه هست، ذکر و تسبیحاتش فلان هست، ولی همسایه ها از دست زبان اون در آزارن، یعنی با زبانش همسایه ها رو اذیت میکنه، غیبتشون میکنه، بدگویی ازشون میکنه و فحاشی میکنه. پیامبر فرمود علیه الصلاه و السلام هی فی النار، این زن در آتش. و یکی از یا گناهانی که عبادات انسان رو باطل میکنن، غیبت کردن، فحاشی کردن، بددهن بودن، صدقات شما رو پاک میکنه و انسان رو همونطوری که پیامبر فرمود در روز قیامت مفلس مفلس میشه. پیامبر از روزی از صحابه پرسید میدونید مفلس کیه؟ صحابه جواب دادن مفلس نزد ما کسیه که درهم و دیناری نداشته باشه. مفلس یعنی چی؟ نداره. پیامبر فرمود ولیکن مفلس کسیه که روز قیامت، در روز قیامت وقتی که میاد پای حساب و کتاب، حسنات داره مانند کوه بزرگ انباشته شده روی هم، حسنات و عباداتش،
ولی در مقابل به یکی فحش داده، یکی رو غیبت کرده، یکی رو تهمت زده، یکی رو ناحق گفته، به این یکی ظلم کرده، میگه اینا همه میان از طاعات و عباداتش میبرن تا اینکه اون عباداتی که مانند کوه ها انباشته بود رو هم همش صاف میشه و از بین میره. ولی باز هم طلبکار داره، باز هم کسانی هستند که هنوز حسابشون صاف نشده باش و بدرفتاری های اون شخص هنوز ادامه داره ولی حسناتی هم نداره بده. پیامبر میفرماید از گناهان اونها برداشته میشه، گذاشته میشه روی گردن این آقایی که، یا این خانمی که بد دهن و بد زبان و فحاش و خلاصه پرخاشگر و هر نوعی بدی کرده. اینه که در واقع کسی که نماز و روزه و زکات و اینا رو همه رو داره شایسته است که مواظبت کنه بر این عباداتش، دوری کنه از غیبت. و انسان به سبب زبانش در آتش جهنم انداخته می شود و به سبب زبانش ایمان میارد و مسلمان است. کسی با زبان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، تموم شد، مسلمان شده. و لذا قطع شدیم. بله، میریم سراغ سوال دیگه. بیننده ازی گفتن سلام علیکم، نماز روزتون قبول. سوالی دارم، آیا کسی که به هر زکات دادن و پولی که از زکات جمع کرده شده، بله بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی؟ سلامتیم. ممنونم، زنده باشید، بفرمایید. بفرمایید، صداتون رو دارم. ایشون فقط تماس گرفتن که بگن خوبی، سلامتید. بسیار خوب. میگه سلام علیکم، نماز روزتون قبول. جواب ایشون رو بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. زنده باشید، بفرمایید. یک سوال از مجری برنامه تو میشه وصل کنید؟ وصله، بفرمایید. بفرمایید. سوالم از شما بپرسم؟ بله، این شما وصلید به استودیو، بله. جان؟ بفرمایید سوالتون رو. میخواستم بپرسم که رب العالمین یعنی پرورشدنده جهانیان، خدا این پرورش بفرمایید، خدا رو پرورش میده، چجوریه؟ خدا چجوری جهان جهانیان رو پرورش میده؟ منظورش چجور تربیت به پرورشیه؟ اینو میخواستم توضیح بدید. چشم، جواب میدم خدمت. زنده باشید. اما سوال این بیننده عزیز میگه، این که میگن خداوند رب العالمین هست، کلمه رب رو ایشون ترجمه کرده به معنی تربیت کننده، رب رو تربیت کننده ترجمه کرده است. کلمه رب به معنی خالق هست، به معنی رازق هست، به معنی کلمه رب در اصل رو اگه بخوایم فارسی ترجمهش کنیم معنیش میشه صاحب، یعنی مالک، صاحب جهان هستی هست به تمام معنا، صاحب خلقتش هست، صاحب هدایتش هست، صاحب از تمام امور. ببینید وقتی خداوند موجودی رو خلق میکنه، شما از یک حالا یک فرزند انسان رو بگیر تا بچه پرندگان و بچه حیوانات دیگر رو بگیر، شما گیاهان رو بگیر، دونه ها رو بگیر، این دونه ای که شما در زمین میکارید، یک دانه خشکه، خداوند است که اون رو میرویاند و رشد میدهد و پرورش میدهد و بزرگ میشود تا تبدیل میشه به یک، حالا اگه دونه گندمی بود تبدیل میشه به یک خوشه ای و چندین دانه دیگر مثل خودش رو میدهد. شما فرزندی رو
نگاه کنید فرزند آدم، خداوند اون رو میآفریند و خلق میشود. اون چیزی که از هر جهت نیازمند هست این فرزند داشته باشه رو خداوند در اختیارش قرار میدهد. اولا در شکم مادرش اون رو اموری که براش تغذیهش هست، هر چی که برای رشدش هست، برای بزرگ شدنش هست، برای کامل شدنش هست، همه رو در اختیارش قرار داده. جای امن و گرمی در رحم مادر هست. بعد میاد به دنیا، در سینه این مادر غذای کامل و شاملی رو برای این بچه‌ای که نمیتونه چیزی دیگری بخوره در اختیارش قرار میده. این غذا، شیر مادر، غذای به تمام معنا کامله. از هر جهتی تنها تفاوت داره با شیری که انسان در بزرگی میخوره یا شیری که میری میخری از بازار و از سوپرمارکت ها میخوری. این شیر کل نیازمندی های این طفل رو رفع میکنه و هیچ چیز دیگری این رو نداره. اگه کسی بخواد چیزی رو به این بچه بده که همه خاصیت های این شیر رو داشته باشه، باید یک کارخانه بزرگ بشینه برای تولید کردن عناصر مختلف این شیر تا بتونه چیزی رو به این کاملی یا حتی به غیر ناقصی هم تحویل این بچه بده. ولی خداوند این رو به آسانی در سینه های مادرش قرار داده، مادر رو مهیا کرده برای اینکه این شیر رو به این بچه بده. و اصلا ساختمان و سیستم بدن این زن مناسب این تربیت این بچه هست. نیازهای عاطفیش به وسیله مادر، در دل این مادر مهر و عاطفه‌ای رو قرار داده است که حاضر است از جان خودش بگذرد ولی از جان این طفل نگذرد. اینا همه کار خداونده. شما بقیه حیوانات و پرندگان رو همه رو نگاه کنید، اینا تربیت، یعنی این بزرگ کردن اینها، به رشد رسوندنشون، به جایگاه رسوندنشون. سپس ببینید شما یک بچه‌ای هست، این طفلی که میگیم تازه به دنیا اومده، از همین شیر میخوره، یه غذا داره تا حد اقلش بگیم تا 6-7 ماه فقط همین رو میخوره، ولی این باعث رشد عضلاتش میشه، باعث رشد سلولهای مغزش میشه، باعث رشد بقیه سلولهای بدنش میشه، باعث رشد وجود هورمونهای مختلف در بدنش میشه. اگه دختر یک نوع هورمون بهش میده، اگه پسر یک نوع دیگه هورمون بهش میده، و اصلا خیلی متفاوت اینا با نظم دقیقی که اتفاق میفته. اینها همه کار رب العالمین. کلمه رب عرض کردم به معنی مدیر و مدبر و خالق و صاحب و مالک تمام جهان هستی. بهش میگن در توحید هم بهش گفته میشود توحید ربوبیت. یک توحید داریم الوهیت، یکی داریم ربوبیت. ربوبیت رو از همین رب گرفته شده است. امیدوارم کافی بوده باشه. خب میریم سراغ سوال بیننده دیگری. بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید من از سیستان و دیتوسان زنیم در شهر زاهدان. بفرمایید. یه سوال داشتم. بفرمایید. همسرم کمخونی داره، مثلا میتونه روزو بگیره درمان وار کنه مثلا یا نه؟ کمخونی داره؟ آره. بله جواب میدم خدمت. جواب زنده باشید. و اما بله بفرمایید. الو سلام، من الان زنگ زدم یک سوال مهم دیگه رو یادم افتاد بپرسم. بفرمایید. خواستم بپرسم که الان زود ذهنم میاد پرورش دهن جهانی رو فهمیدم معنیش که الان ایشون توضیح داد. بله ما چند تا جهان به یه دو یه عالم دنیا دنیاست دیگه که می پرورش دهنده جهانیان چند تا عالم هست دیگه. اینه میخواستم توضیح بده برام. بله زنده باشی زنده باشی. اما سوال بیننده اول سوال بیننده که در مورد کمخونی همسرشون سوال کردن، اگر کمخونی ایشون پزشکش بهش گفته که روزه نگیره، بر ایشونه که روزه نگیره. خداوند فرموده است که اگه کسی مریضه یا مسافر میتونه روزه نگیره، بعدن
اون رو قضا کنه. و اما در مورد کسی که بیماری مزمن داره، بیماریش همیشگیه، کم خونیش همیشه هست، مثال عرض میکنم، یا هر بیماری دیگری که مزمن و همیشگیه، فرموده و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی که نمیتونن دیگه روزه بگیرن، اینها برشون روزه نیست، به جای روزه فدیه میدن. همسر شما اگر بیماریش حاده و پزشکش گفته روزه گرفتن براش ضرر داره، در این صورت بر همسرتون واجب روزه نگیره. اگه ضرر داره براش، دکترش گفته، میدونه، پزشکش بهش میگه این برات ضرر داره، نباید روزه بگیره. و اگه بیماریش هم مزمن، عرض کردم، فقط فدیه بدید، اون فدیه به جای روزه خداوند ازتون میپذیره. یعنی کسی فکر نکنه اگه فدیه داد دیگه خدا ازش نمیپذیره، بلکه خداوند به جای روزه اون فدیه رو از شما قبول میکنه. اما سوال بعدی این بیننده عزیز گفتن که این که خداوند میفرماید در قرآن کریم اومده رب العالمین، ما میگیم الحمدلله رب العالمین، مقصود از عالمین چی؟ عالمین میگه، ایشون میگه جمع عالم، عالمم یه دونه است، همه عالم یه دونه است، و چرا به صورت به صیغه جمع اومده؟ ببینید، عالم یه دونه نیست که شما فکر میکنید. درسته این عالم رو ما یک شکل میبینیم، ولی شما در زاویه‌های دیگه نگاه کنید، عالم انس رو بگیم، عالم جن رو بگیم، عالم ملائکه رو بگیم، عالم جمادات رو بگیم، عالم عوالم مختلفی که وجود داره، به این تعبیر هست که شامل همه عالم میشه. کسی فکر نکنه معنیش اینه که ما یکی داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، تنها ما نیستیم، خداوند تنها رب ما نیست، رب ما و رب حیوانات و رب جامدات و رب گیاهان و رب ملائکه و رب جنها و رب و پروردگار همه عالم هست که شما میدونید این همه عوالم مختلفی که وجود داره. بله بفرمایید. 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 سلام. علیکم السلام. سازمان داره میتونه روزه بگیره یا نه؟ کی روزه بگیره؟ مادرم که هم سازمان داره. فشار خون داره. مادرتون فشار آره. باش من جواب میدم خدمتتون. ببینید فشار خون، اگر فشار خون ایشون غیر قابل کنترله و روزه گرفتن ضرر داره براشون، خب روزه نگیرن. ولی در خیلی از موارد، در اونایی که فشار خون دارن، فشار خون روزه ضرری بهش نمیرسونه، ولی به هر حال بستگی داره به حالت ایشون. خیلی ها هستن ما داریم در این روزگار خودمون، در این اطراف خودمون داریم، کسایی که فشار خون دارن دارن روزهشون رو میگیرن و هیچ ضرر و زیانی بهشون نمیرسه. ولی اگر ایشون مشکلات دیگه هم دارن، فشار خون هم دارن، فشار خون غیر قابل کنترل دارن، اینها میتونن روزه نگیرن. عرض کردم باید برن دکتر، دکترشون بهشون بگه اگر روزه بگیری این ضررها رو داره. اگر دکتر گفت که روزه برات ضرر داره، خب روزه نگیرن. ولی امروز داروهایی که برای فشار خون وجود داره، شما اگر داروتون رو مرتب مصرف کنید، در وقت سحر و در وقت افطار داروهاتون رو مرتب مصرف کنید، فشارتون تماما به صورت طبیعی خواهد بود. مگه اینکه عرض کردم شما اختلالات و مشکلات دیگه ای هم داشته باشه مادرتون، وگرنه فشار خون قابل کنترل به وسیله دارو مصرف میکنید و کنترل میشه. بله. الو سلام. آقا شرمنده، من یه سوال دیگه هم داشتم، آخرین سوالمه. بفرم. قطع شد تماس شد. انشالله که یه بار دیگه تماس بگیرنش. این بیننده عزیز گفتن که سلام علیکم، نماز روزتون قبول. سوالی دارم، آیا کسی که بهش زکات دادن و پولی که از زکات جمع کرده شده 400 میلیون، آیا زکات دارد؟ بله حتما زکات دارد. ایشون دیگه مالک این 400 میلیونه. این 400 میلیونه که بهش دادن دیگه مال ایشونه و حد نصابم رسیده. زکات داره، ولی از لحظه ای که ایشون مالک 300 میلیون شدن
تا سال بعد اگه این مبلغ رو داشتن یا بیشتر شد اون زکات داره. ولی الانی که فرض کنید امروز 400 میلیون به شما زکات دادن، مثال عرض میکنم 400 میلیون به شما زکات دادن، زکات الان نداری، سال دیگه در همین وقت زکاتشو باید بدی. حد نصاب زکات در اموال عبارت از 300 میلیونه، اونی که اهل علم گذاشتن، بعضی گفتن 300 بعضی گفتن کمتر، ولی معیار ما طلا هست. طلا 20 مثقال طلا 85 گرم طلا، طلای 24 عیار. حساب بکنید اگر هر چی شد اون حد نصاب پول هم همونه، و فرض کنیم 300 میلیون حد نصابه. اگه الان به حد نصاب رسید همین الان زکات نداره، از الان به بعد حساب میکنی تا سال دیگه. سال دیگه حساب بکن ببینید پولت هنوز اون مقدار هست. اگه کمتر بود از حد نصاب زکات نداره، اگه بیشتر بود یا همون مبلغ بود زکاتش رو باید بدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، میشه درباره انگشت مسبح معلومات دهید که چی است و چطوری انجام میشه؟ من نمیدونم منظور ایشون از انگشت مسبح چیه، و اگه منظور شما انگشت تسبیح، انگشتش اشاره هست، این انگشت اشاره هست، نمیدونم انگشت مسبح، یا اگه منظورتون تسبیحاته که چطوری با دستاش تسبیحات کنه، به این بند انگشت ها تسبیحات میکنه و میشماره. اون بعد از نمازها که نماز میخونی تسبیحات 33 بار، سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار، الله اکبر میگید، یک بارم لا اله الا الله، با این بند انگشتات میشماری. اگه منظور اینه، اگه منظور چیز دیگری نمیدونم. یعنی سوالشون واضح نیست. استادم احترام، زمین عرض خدمت داد پتات شما خود بخشی یک سوال داشتم که همی به ارتباط تعریف که واجب و فرق بین واجب و فرض چیه؟ دیگه ای که سنت و مستحب و فرض و واجبه کم یقین میشه برم معلومات بدیم. تشکر. بله بفرمایید. آقای زهرابی نگاه دارم. بفرمایید. زهرابی هستم، بفرمایید. سلام آقای زهرابی، وقت شما علیکم السلام و رحمت الله، زنده باشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقا زهرابی، یه سوال داشتم. کسی که روزه بدی کاری داره از روزه شیش روز شعبان هم میتونن بگیره اگه بدی کاری داره یا نه؟ یعنی چی داره؟ کاری میشه یا جداگانه ایسانش آقای زهرابی. چی داره؟ روزه؟ روزه شبان، شوال، بله. شش روزه باشد؟ بله بله. با قبلا بدیکاری روزه داشتیم نتونستم. آها آها بله. زخمی شده بودم، انگشتام قطع شده بود، نتونستم بگیرم. یه مقدار شکردم، یه مقدارش مونده. بله. روزه شش روزه بله. بگیرم مشکل نداره برای بدیکاری من، یا بدیکاری رو بگیریم یا شش روزه بگیریم بعد بدیکاری رو بگیریم. بله. بله. توضیح میدم خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و برکاته. اما در مورد روزه شوال یا روزه کسی که روزه بدهکاری به تعبیر ایشون قرض برگردنش هست، یعنی رمضان رو روزه نگرفته به خاطر حالا هر عذری که داشته، انگشتش زخمی شده ایشون یا کسی دیگری عذر دیگه ای داره، بعد اینکه شوال اومد آیا روزه شوال رو بگیره یا روزه قضایش رو بگیره؟ اصل این هست، همیشه حق اولویت به فرضه. تا فرض باشه سنت رو نری سراغ، چون فرض رو فرض برگردن شما، این فرضه، اول فرض رو بگیرید بعد برید سراغ سنت. مخصوصا این که انسان نمیدونه که آیا عجل مهلتش میده یا نمیده، ولی به هر حال آیا اگه کسی خواست فرض کنیم نمیتونه هم فرض قضای رمضانش رو بگیره
هم سنت شوال رو. با توجه به اینکه بعضی از اهل علم میگویند که شوال مشخص مدتش توی ماه شواله و این شخصی که میخواد روزه بگیره نمیتونه خب پشت سر هم قضاش رو بگیره هم بیاد روزه سنت شوال رو بگیره. روزه قضا اینکه کی قضا بگیری مادامی که عذر داشتی وقتش مشخص نیست، کل سال وقت برای شما که روزه رو بگیری. و در حدیثی از ام المؤمنین عایشه نقل شده است، روایت شده است که میگه من روزه رمضانم رو در شعبان میگرفتم. روزه رمضان رو یعنی تو ماه مبارک رمضان عادت ماهانه میشدن، خب روزه نمیگرفتن، حداقل فرض کنید یک هفته روزه نگرفتن، این یک هفته روزه رو در ماه شعبان قضا میکردن. و توضیح خودشون اینه که چون در خدمت پیامبر بودن و لذا ایشون این کارو میکرد، قطعا ایشون هم روزه سنت میگرفتن چون پیامبر سنت شوال رو میگرفتن، 6 روز رو توصیه هم کردن، حتما ام المؤمنین عایشه هم روزه شوال رو گرفتن. یا به طور یعنی میشه گفت که ظن غالب و گمان غالب این روزه رو گرفتن. پس با این وصف در شرایطی که ماه شوال داره اینه که یک ماه هست و کسی امکان داره نتونه هر دو رو بگیره، جایزه که اول شوال رو بگیره بعد روزه رمضان رو قضا کنه. گرچه در برخی از مذاهب فقهی، بلکه در جمهور مذاهب فقهی اگه مذاهب چهارگانه رو در نظر بگیریم، رأی آنها این است که تا زمانی که فرض هست سنت رو نباید بگیری. بلکه از فقها گفتن نه تنها نمیتونی بگیری، بلکه اگه بگیری باطله. به همین عبارت هم گفتن. ولی بنده عرض کردم به نظر بنده راجح این هست که بتونن کسی که میتونه روزه شوال رو بگیره و روزه قرض رمضانش رو هم توی ماه شوال بگیره، اول قرض رو بگیره بعد روزه شوال. اگه کسی نمیتونه فقط میتونه روزه شوال رو بگیره، اشکال نداره روزه شوال رو بگیره بعد رمضان رو در ماهای بعد قضا کنه، همونطوری که ام المؤمنین عایشه قضای رمضانش رو مینداخت در شعبان میگرفت. والله اعلم. اما سوال این بیننده عزیز ایشون در مورد گفتن فرق بین سنت و واجب و فرض و فرض اونیست که به طور قطع و یقین بر شخص مکلف فرض است، اگر آن را نگیرد مرتکب گناه و معصیت شده است، مثل نمازهای پنجگانه که فرضند، مثل روزه رمضان، مثل زکات مال، مثل حج اگر کسی توانا داشته باشد برش فرض، اینا فرضند. و اما واجب چیه؟ فرق بین واجب و فرض تنها در مذهب امام ابو حنیفه فرق گذاشته، واجب رو یه چیزی دیگه بیان کرده، فرض رو یه چیزی دیگه. ولی در نزد جمهور فقها فرض و واجب یکیه، تفاوتی با هم دیگه ندارن. اونی که فرض بگی واجب بگی هر یک چیزه در نزد جمهور فقها. در مذهب امام ابو حنیفه اونی که دلیلی که آمده، یعنی حدیثی اومده، اگه آیه ای اومده میگه دلیلش قطعی و دلاله باشه، قطعی و ثبوت باشه و قطعی و دلاله، این فرضه. اما اگر ظنی و دلاله باشه این واجبه. اینا برمیگرده به اهل علم، این تفاوت ها رو بینشون قائلن و دستبندی کردن. اما مستحب و سنت یکی هست. سنت پیامبر علیه السلام اونم دسته های مختلفی داره. یکی سنت مؤکده، در میان سنت ها استحبابم باز از جمله سنته، یعنی کلمه استحباب یعنی دوست داشتنی، خوبتر است، بهتر است که اون رو بگیری. مکروهونه که گرفتنش یا انجام دادنش خوب نیست اما گناه هم نیست. یعنی اگه کار مکروهی رو انجام دادی گناه برات نوشته نمیشه، ولی کار خوبی نکردی، میگن کراهیت دارد. بعد کراهیت هم خودش دو دسته است، کراهیت تنزیهی هست،
کراهیت تحریمی هست. اگه تحریمی باشه حرامه، اگه تنزیهی باشه مکروهه. اما حرام چیزیست که انجام دادن اون گناه هست، معصیت هست، یا گناه کبیره یا صغیره. این به صورت خلاصه عرض کردم تعریف این اصطلاحات رو. سلام علیکم جناب مولای صاحب، سلام جان تنجور است. یک سوال داشتم. همین بعد از عید رمضان باز شش روز روزه میگیرم، مثلا چند روز همین یک که روشنه میپرتفتیم، کدام روز هست روزه بگیرم؟ آدم سنت است که بعد از رمضان در ماه شوال سنت 6 روز روزه بگیرید. به اختیار خودتونه، پشت سر هم بگیرید یا پراکنده بگیرید در ماه شوال. حتی برخی ها گفتن که اگه در ماه شوال هم نشد در ماه دیگه هم میتونید بگیرید. و سنت هست، فرض نیست، اگه کسی نگیره گناه نکرده، ولی سنت. بیننده عزیزی میاد میگه سلام علیکم، ببخشید در مورد قانون جذب میشه توضیح بدید آیا درست هست یا نه؟ چون میگن هر چه فکر کنی یا بهش باور داشته باشید همون میشه. آیا کلام هم قدرت دارد یا نه؟ اگر بگم من ثروتمند میشم یا من بالاخره مهاجرت میکنم، همیشه بگم و تکرار کنم، میشه یا نه؟ ببینید، قانون که امروز داره مطرح میشه این یک شرک جدیده. قانون جذب و قانون فلان و همه اینها از جمله اعمال شرکیه. شرک رفته از یک قالب جدیدی در یک شکل جدیدی وارد میشه که مردم رو دوباره به شرک برگردونه. که بله، شما هر چی بخواید دیگه همینه، بهش فکر کنی جذبت میشه، باورش داشته باشی جذبت میشه. کم کم بخوان بگن کار خداوند نیست که اون چیز رو به تو میرسونه، همین قانون جذب میرسونه. و این یکی از اعمال شرکی و یکی از دروغه ها هم هست. شما بشین یه عالم هپروت شروع کن به خیال بافی، هی بگو من ثروتمند میشم، هی بگو من ثروتمند میشم، هیچ کاری هم نکن، به هیچ جا نمیرسی. بله، باور داشته باشی به توانمندی های خودت، باور داشته باشید به رزاقیت خداوند. من باور دارم که اونی که از خداوند بخوام به میده و دعام هم میکنم، تلاشم هم میکنم، میرم دنبالشم که به دست بیارم. این درسته. اما اینکه فقط باور داشته باشی بشینی کسی نره درس نخونه بگه من دانشمند میشم، نه مدرسه بره نه جایی بره، فقط بشینه بگه من دانشمند میشم، اون یکی دیگه نشسته مثلا لم بده پای تلویزیون و مشغول خوردن شیرینی باشه بگه من ورزشکار میشم، من یکی از بهترین ورزشکارهای دنیا میشم و خلاصه نام و شهرت پیدا میکنم. نه که نمیشه هرگز، بلکه برعکسش چاق میشی، بیمار میشی، صد تا بیماری هم میگیری. اصلا این حرفای بی خود و بی معناییه که به مردم میزنن و هدف اصلی اونها هم همینه که زمانی انسان فکر مثبت داره، یک کاری رو شروع میکنی و امیدواری بهش برسی و به خداوند امید داری، به دعاهایی که کردی امید داری، این درسته، چون داری راهشو داری میری. یکی از اسباب دعا کردن، دعا کردی بعد رفتی سراغش، در مسیرش قرار گرفتی، آره احتمال این که برسی خیلی زیاده. اما اینکه هیچ کاری نکنی، فقط بگی من ثروتمند میشم، من ثروتمند میشم، نه، هیچ کاری نمیکنی. ما یک آدم صالحی بود، یه انسان عادی بود و دست فروشی میکرد و همیشه میگفت که من آخرش اون زمان میگفت آخر من 700 هزار تومن پیدا میکنم، اگه 700 هزار تومن پیدا کردم این کار میکنم اون کار میکنم. تا آخر عمرش فوت کرد 700 هزار تومن هم پیدا نکرد و به همون شیوه همون زندگیش که بود با همون دست فروشی کار کرد، دست فروشی کرد سن پیریش، هیچ وقتی از اون حالت هم بیرون نیومد. اصلا این حرفا حرفای بی خودیه. عالم خداوند دنیا رو بر این اساس خلق نکرده. خداوند دنیا رو، بله مثبت اندیش باشی درسته، ولی مثبت اندیش پیامبر فرموده است که
حدیث قدسیه، میفرماید که انا عند ظن عبدی بی، من همراه با گمان بندم هستم. من چه گمانی به خدا داری؟ ظن و گمان تو درباره خدا چیه؟ اگه گمان مثبت داری خدا بات با مثبت تعامل میکنه، اگه منفی داری منفی با تعامل میکنه. اگه گمانت اینه که خدا تو رو میبخشه، ولی تلاش هم بکنی برای بخشیده شدن، نه اینکه طرف داره پای منقل نشسته، همه اسباب عیش و نوش هم فراهمه، بعد میگه من یقین دارم خدا منو میبخشه. تو اگه یقین داشتی به خداوند، قدمی برمیداشتی به سوی بخششش. لذا این حرفا اصلا حرفای باطل و بی‌معنایی هست و به اینها اهمیت ندید. این یک شرک جدیده، مردم رو میخوان از راه دیگری مشرک کنند. بله بفرمایید. 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 علیکم السلام و رحمت الله. السلام. زنده باشید. بفرمایید. سجده بر مور جایز هست؟ نماز باطل می شود یا خیر؟ چرا اهل تسنن سجده بر مور رو نمی کنند؟ پیشانه بر زمین می گذارن. بله. بله جواب میدم خدمتتون. اگر مور نباشه یا چیز دیگه می شه سجده بره. جواب میدم خدمتتون. بله. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من تقاطع شد. اما سؤال این بیننده عزیز که درباره مهر پرسیدن، من صدای این گوشی رو ببندم که دیگه زام نشه. ببینید سجده کردن بر مهر نمازتون رو اولا این بدعته و گناهه، انجام دادنش گناهه، مخصوصا اینکه اگر تقدسی برای اون مهر قائل باشی نمازتون باطله. اگه اینکه مهر میگه تربت امام حسینه، این یک نوع شرکه. شما داری سجده میکنی بر خاک یک انسان، اولا مال تربت امام حسین نیست، میرن اثر جای کربلا خاک برمیدارن اسمشو میذارن تربت امام حسین. گاهن هم دروغ میگن، تجارت درست کردن برای اینکه مردم رو فریب بدن، ولی روی هم رفته یه چیزی هم روی اون مهره مینویسن. حالا من یادم نیست چی نوشتن، ولی سجده کردن بر مهر نمازتون رو باطل میکنه، مخصوصا اینکه عرض کردم مهر از کربلا اومده باشه. اینا از اعمال شرکی هستن، حرام این کار، نباید این کار رو بکنید. سجده کنید بر خاک، بر زمین سجده کنید، نه بر مهر. زمین هم لازم نیست که حتما خاک باشه، سجده کنید بر فرشی که زیر پاتونه. همه اینها درسته. پیامبر علیه السلام هیچ وقت اختصاص نداده بگه که بیایید سجده کنید روی چیزی زیر سرتون، نذارید سجده کنید اونجا، نه، هیچ وقت این رو قرار ندادن. اگر حسیر بوده بر حسیر سجده کردن، اگر فرشی بوده بر اون فرش سجده کردن، تو خونه خودشون نماز میخوندن، فرشی که زیر پاشون بوده روی همون سجده میکردن، هیچ وقتی فرش رو کنار نزدن که روی خاک سجده کنند. ولی زا سجده کردن بر مهر اولا یک بدعته که در نماز وارد کردن، دوما باعث از اعمال شرکیه اگر از قصد تقدس و قداست این مهر رو داشته باشید و به شدت از اون دوری کنید. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم و رحمت الله، این پیام یک از دوستان از عربستان فرستاده و او فارسی بلد نیست و من هم عربی به یا انگلیسی خوب یاد ندارم، ازش پرسان. ببینید این رو این رو جواب بدم فعلا. بفرمایید. بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خسته نباشید جناب استاد. زنده باشید. یک سوالی داشتم. بفرمایید. درباره خداونده. بله.
آیا چیزی برای خداوند پوشیده نیست؟ نه در دنیا نه در آخرت. آیا قیامت برای خداوند رخ داده یا خیر؟ قیامت. بله جواب میدم خدمت بنده باشید. علم خداوند علمی نیست که مسبوق به حوادث باشه. علم خداوند قبل از حادثه ها وجود داره. یعنی خداوند چیزی رو میداند قبل از این که بیافریند، قبل از این که خلق بشه. خداوند نه تنها این، تمام اون چیزی که برای مایی که در قرن بیست و نمیدونم یک و بیست و دو هستیم زندگی میکنیم، تا هر وقتی که نمیدونم چند قرن دیگه این دنیا وجود داره، همه رو خداوند قبل از اینکه اینا رو بیافریده میدانسته است. لذا لازم نیست که چیزی آفریده شده باشد تا خداوند اون رو بداند. خداوند اون رو میداند قبل از اینکه آفریده شده باشد. لذا از اساسیات معتقد اهل سنت و جماعت این هست، خداوند علمش سابق بر همه این مسائل. و لذا نه تنها اینکه حوادث رو میدوند خداوند، قبل اون رو میدوند، بعد اون رو، چیزی از خداوند پوشیده نیست. آخر عالمی نیست که پوشیده از خداوند باشد. مثقال ذره رو میفرماید برگی که از درختی میافتد خدا میداند. اونی که در نوایا و دل شما هست هنوز عمل نیست، نیت دل شماست، خدا میداند. قبل از اینکه خلائق رو خلق کنه همه رو باز میدوند. لذا سوال درباره این که آیا قیامت برای خدا اتفاق افتاده، لازم نیست که اتفاق افتاده باشه. همه اینا رو خدا میدونسته. خدا میدونه که من و شما چیکار میکنیم، عاقبت میریم بهشت یا نمیریم بهشت. قبل از اینکه اتفاق قیامت بیاد و حساب و کتاب بیاد، خدا میدونه که ما میریم بهشت، اون بهشتی که قبلا میاد بعدا میاد یا نمیریم. خدا به همه اینها آگاه. بیننده عزیز گفتند که سلام علیکم و رحمت الله استاد گرامی، ما چقدر وقت داریم؟ سلام علیکم و رحمت الله. میشه درباره دوباره همین سوال هست و که عرض کردم، سلام علیکم استاد، وقتتون بخیر باشد، خدا کنید جور و سرطن باشید، نماز و روزه شما قبول باشد. استاد یک سوال داشتم، من تجربه کنم عالمی از افغانستان شنیدم، حالا گفت که شما وقتی میرین از افغانستان میرین به داخل ایران قاچاقی، مثلا یک سال میمونید، بیشتر میمونید، کمتر میمونید، در وقتی بر میگردین چون شما قاچاقی رفتین مدارک ندارین، نمازتون باید مسافرانه بخونید، ما مثلا داخل ایران یک سال میمونید، بیشتر میمونید، بودی نمازمون رو اینجا خودمون تکمیل میخونید، بعد اون میگه نه شما باید مسافرانه بخونید چون مسافرین دیگه، اونجا موقعی نیست. حالا ما تو موقعی نستیم ولی احتمال داره سوی بیرون شه دمی مثلا زوری هر وقتی باشه ما دولت بگیره رد نست کنه، تکلیف ما مثلا چی روان میشه؟ ما باید مسافرانه بخونیم یا مثلا تکلیف نوازمون بخونیم؟ اگر یه توضیح بدین خیلی ممنون. اولا کلمه، ببینید به کار بردن کلمه باید، وقتی میگی باید این کار رو بکنی میشه واجب، و قصر خواندن نماز، مسافرانه خواندنش واجب نیست، بلکه سنت. و بلکه برخی نزد برخی اهل علم میگن که رخصته، یعنی اجازه است، یعنی اینکه خداوند اجازه داده به مسافر که نمازاش رو قصر بخونه، شکسته بخونه، یعنی مسافرانه بخونه، اجازه داده، نه اینکه واجب کرده که شما باید نماز تو مسافرانه بخونی، اگه مسافرانه نخوندی نمازت نمیشه. این باید در کار نیست. در مورد مسافرانه خوندن نمازها برای کسی که مسافره، اولا یا اینکه بگیم سنت همونطوری که برخی از اهل علم گفتن، یا اینکه بگیم رخصت و اجازه هست.
اجبار نیست، فرض نیست، واجب نیست. شما اگه نمازتون هم کامل بخونی درسته، اگه مسافرانه بخونی باید شرایط مسافرت رو داشته باشید. حالا میام روی سراغ ایشون، سوالشون. میگه شما قاچاقی رفتید، چون قاچاقی رفتید در نتیجه مسافرید و مسافرانه بخونید. شما چه قاچاقی رفته باشید، چه غیر قاچاقی رفته باشید، تا زمانی که در یه جای جدیدی که رفتید استقرار پیدا نکردی، مستقر نشدی و محل کارت، محل زندگیت هیچش مشخص نیست، مسافری. ولی وقتی مشخص شد، شما رفتی کار پیدا کردی، یه جایی شروع کردی کار کردن، محل زندگی تو مشخص کردی، یه خونه اجار کردی، داری اجاره اون خونه رو میدی و خونه اجار کردی و کارت هم مشخصه، همه چی هم مشخصه، در نتیجه مسافر نیستی دیگه. شما همه شرایط تو شرایط عادیه، چرا فقط وقت نمازها موضوع ناعادی میگیرید؟ اما یه کسی، بله کسی قاچاق رفت و وضعیت مشخصی نداشت، در به در بود و نمیدونست مثلا چیکار باید بکنه، دنبال یه کاری رفته، این کارش هنوز درست نشده، هی داره دنبالش میگیره، میره این طرف میره اون طرف، ولی مشخص نیست هنوز، برگشتش هم مشخص نیست. در این صورته که میتونه مسافرانه بخونه، اگه یک سالم بشه، اگه دو سالم بشه، اگه ده سالم بشه. ولی اگه مشخص شد، استقرار پیدا کردی، جا و مکان و زندگی و کار و همه چی رو داری، دیگه مقیم میشی اونجا. ببینید یک نقطه من یادم اومد، این که میگن که اقامت نداری. در قدیم و در گذشته این حرفا نبوده، اینکه اقامت نداری، اینکه خیلی ها هستن که بله قاچاقی میان ولی زندگیشون رو میکنن اونجا، سالهای سال میشینن، همه زندگیشون رو دارن، زن، بچه، زندگی، خونه، تجارت، کسب و کار، و قاچاقی هم وارد یک کشور میشن. و این دلیل نمیشه. در گذشته این چیزا نبوده که باید پاسپورت باشه و باید اقامه باشه تا تو نمازت رو کامل بخونی، چنین شرطی وجود نداره. بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید. بفرمایید. خواهش. بله بله بفرمایید. سوالی داشتم آقا. بله بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید خواهش می‌کنم. هم کسی یه بار خط نکرده، بازم می‌خوام خط نبکنه چون برگشت خط نشد. بشه بچه‌ش اومده میشه خط نکرد یا یه بار بعد خط نکرد؟ بله. عرض میکنم خدمتتون. جواب زنده باشید. ببینید ختنه کردن در حق پسرها واجب هست و اونم برداشتن پوستی است که روی آلت تناسلیشون اومده. حالا اگه کسی دوباره اومد، اصل کارم برای تطهیر، ببین بهش میگن تطهیر، پاک کردن، اینه به خاطر اینکه اوساخ و کثافت و نجاست زیرش جمع نشه. اونجا محلیه برای اینکه خیلی امکان داره که نجاست جمع بشه، امکان داره که باکتریای مختلف جمع بشه، امکان داره که عفونت‌های مختلف قارچی و غیر قارچی اونجا به وجود بیاد. لذا اصل این هست که واجب هست به خاطر اینکه تمیز شدن در کار هست و دود شدن بیماری‌ها و مشکلات دیگه. از نظر شرعی اینه که اگه کسی مثلا فرض کنه یه بار ختنه کرده ولی درست انجام ندادن، مقدار خیلی کمی برداشتن و هنوز مثل اوله، این بار دیگه میتونه ختنه کنه، ولی باید حتما مواظب باشید که زیر نظر پزشکی اتفاق بیفته و از لحاظ بهداشتی انجام بشه. اما اگر سنش بزرگه و عمری ازش گذشته، از خودش مواظبت کنه، اونی که واجب بوده رو انجام داده، لزومی نداره بار دیگه انجام بدید، و از سلامتی خودش مواظبت کنه، هر بار خودش رو تمیز کنه مثلا که نجاستی جمع نشه، عفونتی جمع نشه و دچار بیماری خاصی نشه. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من یه خانومی هم چند سال است که نمیتونم روزه بگیرم. بله. نمیتونم روزه بگیرم، تکلیفم چیه؟ بعد از من با موقع نماز میخونم، پا درد و کمر درد دارم، روی
میز نماز میخونم الان شما میگین از رو میز نماز بخونم، سجده ما رو میز بکنم با چوبم هست. بله. شما به خاطر بیماریتون روزه نمیگیرید؟ بله. بله. بله چشم، جواب میدم خدمتتون. زنده باشید. بله عزیزم. بله. جواب میدم. خیلی ممنون. خدا نگهدارش. بله بفرمایید. 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 الو سلام، خسته باشید. زنده باشید بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام. عبادتتون قبول. همچنین همچنین. عبادتتون قبول. باشید 20 سال پیش مالی از من خوردن، هر چی تلاش کردم، هر چی دعا کردم، نفین کردم، به نتیجه نرسیدم. 20 سال پیش به نفر مال آموش دادم، من هیچی هم ندارم. از زندگی در بچه دارم، شیر خواهد دارم، به هیچ هم نرسیدم. راهکار چیه بیدم بگیم؟ بله. بله. جواب میدم خدمتتون. جواب میدم خدمت رو. بله خیلی ممنون. مال حرام آدم رو خوردن 20 سال پیش. ما زندگی خونه این داشتم ازم بردن، همه چیزم رو بردن، همه هیچ چیم رو برم مترجم را درامت لدارم. خدا نگهدارشون. خدا خب سوال این بیننده عزیز که میگه روزه نمیتونم بگیرم و روی مبل هم میشینه نماز میخونه، سجده رو میگه روی میز سجده میبره. دین آسانی هست، خداوند دین رو آسان قرار داد. ما جعل الله علیکم من حرج، حرجی برای شما قرار نداده که انسان در تنگنا. یا در آیه دیگه فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمی کند بر نفسی مگر به اندازه توانش. به همین علت هم روزه هم فرمود اگه کسی مریض هست، من کان منکم مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر، چند روز بعد از رمضان رو روزه بگیرن. برای کسایی که بیماری مزمن دارن، بیماری همیشگیشون، ظاهرا روی مبل هم میشینن نماز میخونن، در نتیجه بیماریشون مزمنه اونطوری که نشون میده، ایشون فدیه میدن. فرمود و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بر کسی که طاقت و توان روزه گرفتن نداره فدیه بده. فدیهش هم عبارت است از نوع غذایی که خودتون میخورید، به ازای هر یک روز از ماه مبارک رمضان 700 گرم از اون برنجی که خودتون میخورید، یا قیمتش رو، یا خود برنجه رو بدید 700 گرم به ازای هر روز، یا قیمتش رو که 30 روز رمضان هم اگر روزه نگرفته باشید 21 کیلو میشه از اون برنجی که خودتون مصرف میکنید، پولش رو به فقیر و نیازمند و خلاصه محتاج بدید. اما در مورد نمازتون، نماز هم همچنین، اگه کسی نتونست، در حدیث صحیح اومده کسی که میتونه ایستاده نماز بخونه خوبه، اگه نتونست نشسته بخونه، اگه نتونست دراز کشیده بخونه، سجده و رکوع و اینا رو هم به هر شیوهی که میتونه، اگه نمیتونه سجده کنه با اشاره، یعنی به مقداری خم بشه که میتونه، سرش رو خم کنه به اندازه که میتونه، نمیتونه رکوع کنه، رکوع هم به همین اندازه، یعنی به هر مقداری که میتونه انجام بده، نهایتش اینه که انسان به اشاره سجده و بقیه رو انجام بده. لازم نیست که حتما روی تخته ای باشه، روی نمیدونم چوبی باشه، روی سنگی باشه، مهم اینه که شما سجده تو انجام بدید و بقیه ارکان نماز رو هم و اجر و ثواب نمازهای شما، نمازتون، روزتون، روزه‌ای که نمیگیرید ولی به جاش فدیه میدید، خداوند روزه رو برای شما نوشته. نمازی که به این شیوه میخونید، نشسته یا دراز کشیده میخونید، اجر و ثوابتون کامل و تمام هست. فکر نکنید که مادامی که ایستاده نماز نخونید اجر کم دارید، نه، اجرتون کامله. تکلیف شما در نماز خوندن همین شکله. پس بنابراین میتونید اگر روی مبل نشستید، اگه میتونید خب برای سجدتون پایین بیاد از مبل خوبه، نمیتونید خودتون رو خم میکنید به اندازه، به شکل رکوع مقداری خم میشید و تسبیحات رکوع رو میگید، بعد سمع الله لمن حمیده رو میگید، بعد دوباره خم میشید به اندازه بیشتری برای سجدتون. لازم هم نیست که حتما روی میز باشه، روی چیز خاصی باشه، همین که مقداری خم بشید کافیه، نه میز جلو خودتون بذارید برای سجدتون، نه چیزی دیگری، به همین مقداری که خم میشید برای سجده، به اشاره سجده کافی.
اما بیننده عزیزی گفتن مالم رو خوردن، هرچی هم دعا میکنم دست نمیدن. ببینید در این دنیا ظلم واقع میشه، ظلم زیاده، هم باید تلاش کنید برای رفع ظلم از خودتون و هم دعا کنید. اگر در این دنیا دعاتون نگرفت، در روز قیامت خداوند اجرشو بهتون میده، اجر دعاتون رو بهتون میده و مالی هم که کسی از شما خورده است در روز قیامت خداوند از ظالم میگیره به شما پس خواهد داد، اونم به اجر قیامت، نه به حساب دنیا. حساب قیامت بسیار بسیار فرق دارد با حساب این دنیا که شما صد رو در مقابل صد. یه خونه ازت گرفتن، خونه ای که از دنیا ازت گرفتن به تعداد و روزهایی که بی خونه بودید گناه هست برگردن کسانی که به تو ظلم کردند. لذا نگران این نباشید، تلاشتون رو بکنید، مالتون ازش دفاع کنید. و خداوند در قرآن کریم فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسانی که اهل ایمان هستید اموال هم دیگر رو به ناحق و بدون مقابل نخورید. و کسی که پیامبر فرمود علیه الصلاه و السلام فرمود یک کس اگه یک شبر، یک وجب از خاک دیگری رو غصب کند، خداوند یک وجب از آتش جهنم رو برای او گرفته است. یک قطعه از آتش جهنم، نه یک شبر، قطعه ای از آتش جهنم رو برای خودش تصاحب کرده است. و شما راه قانونیتون رو برید، راه خلاصه هر راهی رو که بردید برید ازش پس بگیرید کسی که خورد. و از جهت دیگه اگر ماری از اون طرفی که خونه شما رو گرفته یا اموالتون رو برده و پس نمیده، هر جا تونستی مال اون رو تصاحب بکنی در مقابل مال خودت، ندزدی بلکه مالش بیاد دستت، اموال ایشون رو مثلا کسی بده دستشون بگه این رو ببر بده به فلان، تو رو وکیل کرد که بهش بدی، شما میری بهش میگی من پول رو گرفتم از فلانی که به شما بدم ولی بهت نمیدم در مقابل پولی که ازت طلب دارم. اما دزدی کردن حرامه و جایز نیست. خب به انتهای برنامه رسیدیم تماما. تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه شما عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.